صدیق صدیقی سخنگوی مقام عالی رئیس جمهوری، سرپاسوال عبدالصبور قانی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و رضوان مراد، رئیس مطبوعات و ارتباطات عامه معاونیت اول رئیس جمهوری، برنامه میثاق امنیتی دولت را اعلام کردند. سخنگوی رئیس جمهور در نشستی که به منظور اعلام این برنامه در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اداره ارتباطات عامه و استراتژیک رئیس جمهوری برگزار شد، گفت برنامه میثاق امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدف تأمین امنیت مردم و مبارزه مؤثر با انواع جرایم و جنایت‌ها در شهرها و روستاها تدوین گردیده و در حال اجراست. میثاق امنیتی به گونه سرتاسری در کشور عملی خواهد شد. میثاق امنیتی بسیج مردم برای بهبود امنیت، مبارزه با جرایم و جنایت است. میثاق امنیتی شهروندان را در تأمین امنیت دخیل و توانمند خواهد ساخت. میثاق امنیتی نخست در کابل تطبیق شده و پس از آن در سایر ولایت‌های کشور عملی خواهد شد. در تطبیق میثاق امنیتی هیچ نوع امکانات نو، سلاح، تجهیزات و تشکیلات نو نیاز نیست. میثاق امنیتی انسجام داشته ها و توانایی های مردمی، ظرفیت های اجتماعی و محلی، توانایی موجود دولت و جدیهی همه منابع در راستای بهبود امنیت و مبارزه با جرایم در کشور می باشد. در همین حال سرپاسوال عبدالصبور قانی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، برنامه میثاق امنیتی را ضمانت امنیتی عنوان کرد. میثاق امنیتی ضمانت است، ضمانت امنیتی است که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تأمین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت، ریشه‌کن نمودن ناامنی‌ها و مبارزه علیه هر نوع فساد بوده است. تأکید جنرال محترم رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان تطبیق کامل میثاق در عمل است. این میثاق تعهد مجدد ما برای تأمین امنیت، مسئولیت شهروندان و محافظت از آنها است. رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات عامه معاونیت اول رئیس جمهوری در این نشست گفت د منابع و د تشکیلات و لمخه هیچ دول نوی شی نه تأسیسیږي، فقط معاون صاحب د دې ټولو پروګرامونو د رئیس جمهور په وختنه مدیریت او رهبری کوي، او کوشش هم داده چې ځوانان بالخصوص هغه فعالان هغه ځوانان چې حق لري چې په دولت انتقاد وکړي، له هغوی سره په همغږۍ سره، له هغوی سره په هماهنګۍ سره، او هر ځوان ته دا احساس ورکړ شي د دې میثاق له مخې چې هغه پخپله د دې وطن یو سرباز، یو وارث دی د دې وطن، او هغه به همکاري کوي. په دې برخه کې موږ مطمئن یو. صدیق صدیقی سخنگوی مقام عالی رئیس جمهوری گفت در یک پروسه سرتاسری مشورتی که رئیس جمهور با شهروندان کشور در چند ماه پسین داشت، یکی از خواسته های مهم مردم تأمین امنیت و تحکیم حاکمیت قانون در جامعه بود که بر اساس آن میثاق امنیتی به عنوان مهمترین گام حکومت افغانستان در راستای تأمین خواسته های مردم برداشته می شود.